سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز سه‌شنبه ششم مارس 2012 و 16 اسفند ماه 1390. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم میخواستم یکی دو نکته. یکی اینه که هفته گذشته من به اصطلاح سخن هفته آینده یعنی سه‌شنبه آینده برنامه نخواهم داشت به خاطر اینکه در مسافرت خواهم بود. بنابراین میخواستم به عزیزان بگم که سه‌شنبه آینده برنامه نخواهد بود. دلیلش هم اینه که عرض کردم یه سخنرانی برای من عزیزانی که در انجمن یا به اصطلاح کانون فرهنگی واشنگتن گذاشتن، هفته آینده یعنی در واقع دوشنبه آینده خواهد بود، 12 عرض شود که مارس که من روز شنبه گفتم فوریه، مارس خواهد بود عرض شود که، و روز قبلش یعنی، و این راجع به جنگ، امکان جنگ یا احتمال جنگ واقعا و نه تنها امکانش و پیامدهای آن. سخنرانی دوشنبه شب آینده راجع به این خواهد بود که من مشخصاتشو برای عزیزان گفتم و شماره تلفنی رو دوباره به عزیزان بدم که اگر بخوان تماس بگیرن، عرض شود که برای اینکه بسا اگر بخوان اونجا چیز داشته باشن، 703-817-1651. روز قبلش که یک شنبه 11 مارس باشه، سخنرانی باز عزیزان اتحاد چپ واشنگتن گذاشتن که راجع به 8 مارس روز بزرگ جهانی زن خواهد بود، برای بزرگ داشته این روز بزرگ که به همین مناسبت من از همین حالا تبریک به تمام هم زنان جهان و به هممون واقعا به مناسبت روز جهانی زن. این سخنرانی به زبان انگلیسی خواهد بود که عرض شود که در کتابخونه جورج میسن ریجنال خواهد بود، 1:30 بعد از ظهر یک شنبه آینده. به همین دلیل من اینجا نخواهم بود و برنامه نخواهیم داشت. و اما وارد بحث امروز میشیم. عرض شود که یادآوری بکنم که ما در عرض 3 یا 4 جلسه گذشته بحث رو به کجا بردیم. قرار بود من راجع به سیستم سرمایه‌داری صحبت بکنم. عزیزی نامه مفصلی نوشت و 13 سوال مطرح کرد و که در واقع می شود گفت محتوای سوالش این بود که خب شما هی از نظام سرمایه‌داری انتقاد می کنی و صحبت اینو می کنی که آره در قرن 20 این طور شد، چه بر سر شوروی سابق رفت، چین، کوبا، ویتنام و غیره و غیره، و حالا صحبت از سوسیالیسم قرن 21 می کنی. خب حالا با اون اتفاقاتی که در اون کشورها که میخواستن سوسیالیسم رو پیاده بکنن اتفاق افتاد و انسانی که طمع ورزه، سودجوه، خودخواهه و غیره و غیره، اینو حالا چجوری میخواید هنوز صحبت از سوسیالیسم میکنید و هنوز صحبت از این میکنید که میشه حالا قرن 21 پیادهش کرد؟ سوالات بنیانیه و به همین دلیلم من به طور کلی به جای اینکه وارد توضیح خود سیستم به طور کلی بشم، بحث رو بردم روی اینه که باید به سوالات این عزیز پاسخ داده بشه و کمک بزرگی بوده واقعا برای تغییر مسیر کل این برنامه ها، این سری برنامه ها. و در نتیجه متوجه شدم که به جای اینکه فرضاً من از تعریف کار و بعدش تعریف سرمایه یا تعریف سرمایه داری آغاز بکنم، اصلا باید از طبیعت بشر شروع بکنیم.
برای اینکه لبه به اصطلاح انتقاد این عزیز و خیلی های دیگه مسئله طبیعت بشره. اصلا انسان چیه؟ داستانش چیه؟ طبیعتش چیه؟ طبیعت بشر سودجوه، طمع‌ورزه به طور ذاتی و سرشتی. اینا پاسخ دادن به اینا مسائل فلسفی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و انسانی و اخلاقی فوق العاده پر اهمیتی رو پیش میکشه که به نظر من و به همین دلیله که دو جلسه قبل من راجع به طبیعت انسان صحبت کردم و خوشبختانه عکس العمل‌ها و واکنش‌ها بسیار جالب و مثبت بوده و عزیزان یک سلسله بسا کتاب‌ها رو به من معرفی کردن که من اینجا اسم بردم از بعضی‌هاش و بعدش دو جلسه من صحبت کردم. به هیچ وجه کافی نیست و ولی یک فتح بابه، همینطور که بر سر کلاس ها به طور کلی فرضاً نمیشه همه چی رو مطرح کرد. شما یه فتح باب میکنید، یعنی یک دریچه یا دری رو باز میکنید که دانشجو خودش باید دنبال قضایا بره. به همین دلیل من تو این سلسله برنامه ها کوششم این خواهد بود که بیشتر روی معرفی منابع تکیه بذارم تا اینکه فقط خودم صحبت بکنم. صحبت در عرض یک ساعت مگر من چقدر میتونم مطلب رو به اصطلاح باز بکنم؟ باید منابع و مآخذ معرفی بشه که عزیزان برن دنبالش. همینجا باید اشاره بکنم منابعی رو که معرفی میکنم من به زبان انگلیسیه و از عزیزان عذر میخوام. علتش اینه که فعلا در زبان انگلیسی و در فقط شهر نیویورک به نظر من شاید 50-60% کتابایی که میاد بیرون اونجاست. یعنی انقدر به اصطلاح زبان انگلیسی فعلا تسلط پیدا کرده و در نتیجه حتی کتابهای بسیار پر اهمیتی که به زبانهای دیگه هم بیرون میاد تقریبا با سرعت به زبان انگلیسی ترجمه میشه و در نتیجه واقعا در حال حاضر و خوشبختانه من میبینم که به اصطلاح خیلی از دانشجوها، دانش آموزا و چیز الان به زبانهای خارجی آشنایی خیلی خوبی دارن. بعضی هاشون از خود ایران ایمیل به زبان انگلیسی برای من میفرستن. لازمه، ما تعصبی نداریم، فعلا اینجوریه. منتها هدف دیگه عبارت از اینه که باید بسیاری از این کتابها به فارسی ترجمه بشه و خوشبختانه در سالهای اخیر الان در واقع بیش از 2 دهه است ترجمه های بسیار جالب، مترجمین بسیار برجسته از قبلش هم بوده البته و اینا کمک بزرگی واقعا به ملت ما میکنه که به هر حال اونایی که تسلط به زبانهای خارجی ندارن به ویژه انگلیسی بتونن استفاده بکنن. به همین دلیل هم هست که این جلسه رو من با معرفی چند کتاب باز من میخوام مثل جلسه گذشته آغاز بکنم و بعد بریم دنباله بحثمون رو بگیریم که خب بالاخره باید ما راجع به این صحبت بکنیم که سوسیالیسم قرن بیستم رو چگونه میشه پیاده کرد، یعنی به اصطلاح به آینده نگاه بکنیم، گذشته رو باید بررسی بکنیم، حال رو داریم میبینیم جلو چشممون، باید به دقت تحلیل بشه تا بتونیم از اون طریق و با نفی پلیدی ها، با نفی سیستمی که انسان رو به طرف بربریت، جامعه انسانی رو و طبیعت رو به طرف نابودی میبره، باید به آینده نگاه بکنیم و چرا باید ما هم گذشته رو به دقت بدونیم، یعنی تاریخمون رو بدونیم، و هم باید حال رو از طریق تفحص و تجسس در اخبار و به اصطلاح داده ها یاد بگیریم و بعد بر پایه اینها به آینده فکر بکنیم، یعنی از طریق نفی اینها که مسئله به اصطلاح سلبی قضیه است، مسئله ایجابی یعنی این خانه‌ای که واقعا موریانه از پایین و آب از بالا توش نشت کرده و داره فرو می‌ریزه و در حال واقعا در واقع به قول ایمانوئل وارسین که امروز من معرفیش می‌کنم واقعا به دوران این میگه پاییزش رسیده، بهارش گذشته، تابستونش هم پشت سر گذاشته دوره شکوفاییش رو،
آلرستین میگه که پاییزشه، ولی به نظر من آغاز زمستانشه، یعنی بشریت رو داره به طرف یک زمستان اتمی میبره. قبول من ندارم که این به اصطلاح مورد به اصطلاح زمان برداشت محصولشه به قول معروف، بلکه داریم به یک زمستان نزدیک میشیم و در پشت این زمستان تیره و تار باید طلوع یک آفتاب رو و امید این رو داشته باشیم و تحلیل علمی و واقع بینانه ای داشته باشیم از این قضیه. بنابراین فرزاد جان اگه کتابا رو شروع کنیم به نشون دادن، من میخواستم چند دقیقه عزیزان این امانوئل والرستین عرض شد که حالا کتابا رو من نشون میدم بعد راجع به امانوئل والرستین. این 4 جلد کتابه که اینها عرض شد که The Modern World System در واقع این 4 جلد، فقط اینجا من جلد یکشو نشون دادم که از سال 1500 آغاز میکنه و در مجلدات بعدی که الان جلوی من هست، جلد دومش راجع به دوران مرکانتیلیزم از سال 1600 تا 1750، جلد سومش عرض شود که از سال 1730 تا 1840، یعنی در واقع انقلاب صنعتی رو توضیح میده، این دوره انقلاب صنعتی 1730 در واقع اختراعات و ابداعات عظیم به ویژه در انگلیس از 1730 شروع میشه با ماشین بخار عرض شود که، و تا 1840 انقلاب صنعتی در حقیقت بگیم پایان میگیره، البته ادامه داره ولی اون مرحله اولش، و بالاخره جلد چهارم این عرض شود که از 1789 تا 1914 یعنی جنگ اول جهانی. بنابراین در این 4 جلد امانوئل والرستین در واقع تاریخ سرمایه داری رو از ابتدای قرن 16500 در واقع آغاز میکنه و به 1914 یعنی جنگ اول جهانی میرسه. دومی رو فرزاد جان نشون بده. دو کتاب دیگه از امانوئل والرستین میخوام معرفی بکنم. کتاب 4 جلد رو که معرفی کردم هر کدومش 300 400 بیشتر یا 500 صفحه است و خب کتاب عظیمیه، واقعا در حدود 2000 صفحه مطلبه. ممکنه برای بعضی از عزیزان خسته کننده باشه که نباید واقعا باشه، ولی دو تا کتاب دیگه به همراه این امانوئل والرستین در آورده، یکی هیستوریکال کپیتالیسم که در حقیقت تاریخ عمومی سرمایه داری رو به اختصار شرح میده، و این یک کتابیه که حالا عرض کنم به عزیزان در حدود 160-170 صفحه است، فوق العاده کتاب مفیدیه، هیستوریکال کپیتالیسم. امیدوارم که عزیزان قلم کاغذ، من باز یادم رفت، که داشته باشن. فرضاً این کتاب مختصر اگه بخواد به فارسی ترجمه بشه واقعا فوق العاده مفید خواهد بود. بعدیش رو، سومیش رو عزیز، باز مال امانوئل والرستین هستش، World System Analysis. مرسی فرزاد جان. چند کلمه من راجع به امانوئل والرستین صحبت بکنم. ایشون الان در حدود 82 سالشه، از دانشگاه کلمبیا فارغ التحصیل شده، بعدش پروفسور برجسته دانشگاه بینگمتون بود و الان تو دانشگاه ییل مشغول به اصطلاح تحقیقه. چند نفر هستن که راجع به World System، اون چیزی که خود من واقعا بهش علاقه دارم، که خلاصه این جهان چجوری میگرده، داستانش چیه و به کجا میره، جهان به کدام سو میره. به نظر من این یه موضوعیه که چند نفر در سطح جهانی راجع به این قضیه واقعا مطالعه کردن. قبلا من اسم اریک هابسبوم، مورخ بزرگ انگلیسی رو بردم که 4 جلد کتاب داره، The Age of Capital, The Age
of imperialism و the age of extremes، که باز تاریخ سرمایه‌داری رو از همون قرن 15 آغاز میکنه، در واقع عذر میخوام از انقلاب صنعتی اون آغاز میکنه، از انقلاب صنعتی و میاد باز تا قرن 20 که بعدش هنوز ادامه میده، برای اینکه متفکر بزرگی و کتابای متعددی، اریک هابسبام، این یکی. ولی سمیر امین کلی راجع به ورلد سیستم اکومولیشن، به اصطلاح ورلد اکومولیشن، کتاب اولش که در حقیقت تز دکتراش بوده در دانشگاه پاریس و واقعا مطالعه کرده که مسئله انباشت در سطح جهانی چگونه بوده در طول تاریخ لااقل 300-400 سال گذشته و چطور کل این انباشت به بخش کوچکی از یک بخش کوچک از جهان، از همه جای جهان واقعا خونریزی شده و در اونجا جمع شده که هم باعث انقلاب صنعتیش و هم برتریش بر به حساب تسلطش بر بقیه جهان شده. یکی دیگه هم جیوانی عریقی که اونم در حقیقت در همین زمینه کلی کار کرده. علت این که من اینا را اسم میبرم، ما باید با متفکرین، با دانشمندان آشنایی داشته باشیم و بعد عزیزان از من میپرسن که خب فرزن چه کتابی؟ معرفی کن کتاب. خب من الان جلد فرزن چهارم این رو، جلد اول این رو، همین مال اریک هابسبام رو اگه به عزیزان نگاه بکنن، کتاب خودش 350 صفحه است، جلد چهارم، جلد اولش در حدود 400-450 صفحه است، ولی ته شما 80-100 صفحه فقط مراجع، یعنی جلد اول، عذر میخوام، جلد چهارم 2000 رفرنس داره، یعنی شما رو به 2000 کتاب به اصطلاح میفرسته، چیز میکنه، معرفی بشه. یعنی در حقیقت شما یه دون از این کتاب ها رو که به دست بگیرید، مثل این که نقب زدید و بعد از این که نقب زدید به یه گنجینه بزرگ دست پیدا میکنید و دیگه احتیاجی نیست که از این اون بپرسید که مثلا کدوم کتاب. از همین طریق شما بعد هر کدوم از اون کتاباری که به دست بیارید خودش یه نقب دیگه‌ای می‌زنه و یه گنجینه دیگه‌ای رو به شما میده. بنابراین هر کدوم از این کتاب‌ها رو، پس این امانوئل وارسینه که امیدوارم عزیزان به اصطلاح ارزش اینو داره که هر کدوم از اینا رو بشه. ولی من چون از امروز مقدار زیادی آمار برای عزیزان خواهم، امیدوارم که خسته نشن عزیزان. چرا؟ برای اینکه صحبتی که میکنیم باید مستند باشه و باید کوشش این باشه که همیشه آخرین آمارها رو به دست بیاریم. من اینجا فرضاً راجع به شکاف طبقاتی در سطح جهانی و به ویژه در امریکا که نقش تعیین کننده واقعا در سرنوشت جهان داره به دلیل به حساب قدرت نظامیش، که حالا اگه شد روز شنبه راجبش صحبت میکنیم، آمارهای متعددی اینجا آوردم ولی از منابع متعدد بوده و در تاریخهای متعدد بوده. امروز میخوام آخرین اخباری رو، فرضاً من تا 2007 اومدم قبلا، ولی الان آماری رو که امروز میخوام بدم میاد تا 2010 و 2011 و میخواستم آخرین شماره مجله مانتلی ریویو رو به عزیزان معرفی بکنم. این مجله خوندنش فوق‌العاده لازمه. آخرین شمارهش مقاله‌ای داره، The Great Inequality، یا نابرابری عظیم، راجع به امریکا صحبت میکنه. کی نوشته اینو؟ مایکل ییتس رو من میشناسمش از نزدیکین، انسان رو کارگر بوده، بعضی خانواده کارگری هم میاد، ولی سالهای سال استاد دانشگاه شد، از کارگری به استادی دانشگاه رسید و الان یکی از به اصطلاح گردانندگان مانتلی ریویو پرس هستش. بنابراین و خودش و همسرش تصمیم گرفتن اصلا دست از کار به اصطلاح تدریس و دانشگاهی بکشن و راه بیفتن امریکا رو به اصطلاح مطالعه بکنن،
یه ماشین به اصطلاح دست دوم سوم با یه دونه هات پلیت به قول خودشون از این به اصطلاح اجاقای برقی کوچولو راه افتادن در ارزان ترین به ارزان ترین شکل ممکن و در ارزان ترین مسافرخونه ها سر تا سر امریکا. در حدود 6 تا 8 ماه این دو نفر گشتن و بعدش هم کتابی به اصطلاح نوشتن راجبه هر شبت که تجربه خودشون از این گردشی که در سراسر امریکا کردن و واقعا با مردم امریکا سر کار داشتن. البته آدم میتونه با اتوبوس گری هاوند هم این کارو بکنه، برای اینکه به اصطلاح اتوبوس معمولا به مناطق نسبتا فقیرنشین شهرها و دهات و شهرستانهای امریکا میره و این هم خودش یک وسیله دیگه‌ای که آدم امریکا رو واقعا بشناسه. باید امریکا رو ما بشناسیم. مایکل ییتس بنابراین از بطن این قضايا و از یک خانواده امریکایی واقعی و از کارگری به دانشگاهی و بعدش هم دوباره برگشته به حساب کار تحقیقی و به قلم به حساب مایکل ییتس هستش که آمارهای متعدد و بزرگی رو میاره در اینجا. حالا چرا من این آمارها رو آوردم؟ علتش اینه که بحثمون در جلسه در یک یا دو جلسه گذشته به اینجا رسید که سوسیالیسم قرن 21 رو چجوری میشه پیاده کرد و من یه دفعه به یاد این افتادم که هری مکداف، این انسان بزرگ که چند سال پیش فوت کردن، در واقع به عنوان وصیت‌نامه‌اش به اتفاق پسرش فرد مکداف جزوه یا مقاله بسیار مفصلی نوشتن زیر عنوان Approach to Socialism که من ترجمهش کردم رهیافتن به سوسیالیسم. دوست ارجمند و زنده یاد دکتر حسن فشارکی ترجمه‌ای که ازش کردن ممکنه عنوان دیگه اپروچ یه لغتی روی کرد رهیافتن و غیره و غیره میشه ترجمه، ولی به طور کلی صحبت اینو میکنه که چی گذشته و اگر بخوایم به یک جامعه انسانگرا و طبیعتگرا، یه جامعه انسانی برسیم و بشریت بتونه خودش رو نجات بده، هم خودش رو و هم طبیعت رو بخواد نجات بده، چی کار باید بکنیم؟ داستانش چیه؟ و در نتیجه من عزیزان رو هفته گذشته این رهیافتن به سوسیالیسم که عرض کردم توی اون سایت mohit.gulshan.com هستش در بخش ترجمه ها. اینو من ترجمهش کردم سالهای سال پیش، یعنی در حقیقت 2005 موقعی که بیرون اومد و من شروع کردم به حساب بحث کردن و این مقاله هم عجیبه یا این جزوه از طبیعت بشر آغاز میکنه که چرا طبیعت بشر قابل تغییره، که من کوشش کردم در دو جلسه گذشته از طریق توسل به علوم مختلف از دیرین شناسی گرفته تا مردم شناسی گرفته تا بیولوژی مولکولی تا علم روانشناسی علمی و فیزیولوژی مغز و غیره و غیره، این رو به اصطلاح ببینیم طبیعت بشر داستانش چیه. مطلب دومی که ما باید در نظر داشته باشیم اگر در فکر رسیدن یا رهیافتن به یه جامعه انسانی و طبیعتگرا هستیم، دومین مطلب اینه که چرا این سیستم ما رو به طرف بربریت و به طرف در واقع آینده فوق العاده تیره و تاری رو برای بشریت آدم میتونه پیش بینی بکنه به طور آشکار. فقط کافیه عزیزان به اصطلاح مبارزات انتخاباتی در امریکا دقت بکنن و صحبت ها و سخنرانی ها و شعار ها و خواست های کاندیداهای جمهوری خواه و یا آقای جو لیبرمن یا آقای لینزی گراهام یا آقای عرشبت که جان مکین و دیگرانشون که واقعا دنیا رو میخوان به خاک و خون بکشن، نگاه بکنن و قدرت نظامیش رو دارن که این کار رو بکنن. حالا اگه شد من روزشم به صحبت میکنم، الان جاش نیست، که فرزند در همین
کنگره یا کنفرانس ایپک که لابی اسرائیل باشه و یا خود نتانیاهو و دولت اسرائیل، ببینید چطور کوشش میکنن که کشور ما رو به نابودی بکشن. نمیتونن تحمل بکنن که کشوری به نام ایران به طور کلی وجود داشته باشه، کشوری به نام افغانستان وجود داشته باشه، کشوری به نام عراق یا سوریه یا لیبی وجود داشته باشه. بهانه به دستشون دیکتاتورها میدن، ولی اینا حاضر نیستن بذارن که مردم تکلیف این دیکتاتورها رو تعیین بکنن و از طریق کشاکش‌های درونی این کشورها و آگاهی رسانی و آگاه کردن مردم و از طریق فرا گرفتن مفهوم آزادی و دموکراسی توسط خود، میخوان ایران رو هم تبدیل به افغانستان، به عراق و به لیبی دیگه ای تبدیل بکنن، یعنی نابودش بکنن و تسلط وحشیانه ای برش پیدا بکنن. که البته حالا نیروهایی هم هستن ایرانیایی که با اینا همکاری میکنن، که البته بعضی ها هستن که از من انتقاد میکنن که چرا اینها رو شما میگید وطن فروش، که اگر شد من راجع به این قضیه هم توضیحی خواهم داد، برای اینکه الان دیگه چنین انتقادی از من فقط به اصطلاح به طور شخصی یا ایمیل نیست، بلکه در بعضی از به اصطلاح چیزا هم اومده چنین انتقادی، که این احتیاج به یه توضیحی هم داره همین. ولی به هر حال ما اگر بخوایم دومین مطلب که اگه بخوایم نجات پیدا بکنه جامعه بشری، باید ببینیم چرا این سیستم باید جایگزین بشه توسط یه سیستم دیگه و در نتیجه انتقاد ما نسبت به این سیستم چیه. دو مطلب رو مگداف به نظر من به درستی توی این مقاله یا جزوش میاره به عنوان نقد. البته امانوئل والستین در کتاب به اصطلاح هیستوریکال کپیتالیزمش بحث بسیار جالبی رو باز میکنه راجع به مسیحیت و این که در واقع در قرون وسطا اون چیزی که بهش میگه The Four Horsemen of Apocalypse، یعنی چهار اسب سوار روز محشر، یعنی خطراتی که متوجه جامعه بشریه، که عبارت باشد از جنگ داخلی، قحطی و بیماری های اپیدمیک مثل طاعون و وبا، که واقعا اینا بیداد می کرده. فرضاً در قرن 13 طاعون یک حد زده میشه که حدود 1/3 از جمعیت کل جهان رو به نابودی کشیده تا اون. و بعد این میگه که سرمایه‌داری کاملا درسته که در برابر این بلایایی مثل اپیدمی ها کارهای عظیمی انجام داده و در نتیجه طول عمر بشر بالا رفته، وضعیت بهداشتش بهتر شده و غیره و غیره. ولی آیا از نظر جنگ، از نظر جنگ داخلی و از نظر قحطی، که البته قحطی ها هم بیداد می کرده در قرون وسطا و به همین دلیلی که در مسیحیت این چهار سوار به اصطلاح روز محشر رو ازش اسم می بره، یعنی بلایایی که به اصطلاح جامعه بشری باهاش روبروه، برای اینکه واقعا در قرون وسطا باش رو. و بعد کارنامه عمل سرمایه داری رو امانوئل والستین باز میکنه که واقعا در این زمینه ها واقعا علاج کرده و جامعه بشری رو واقعا بهبود بخشیده، و اون وقت نکات مثبت و نکات منفیش رو اسم میبره و در هر کدوم از این موارد میگه چه دستاوردهایی داشته و الان به چه سویی داره میره، و ما هم باید یک چنین ارزیابی داشته باشیم. ولی به نظر من امانوئل والستین ممکنه تا 1914 پیش اومده باشه و یا تا چند سال پیش و یا قبل از این اتفاقات بعد از 11 سپتامبر. در حال حاضر و در 10 سال اخیر نظر خود من اینه که یک چرخش فوق العاده خطرناک در نظام سرمایه‌داری و به ویژه به اصطلاح
در هیئت حاکمه امریکا و به دلیل تسلط به اصلاح صهیونیست ها واقعا بشریت رو در معرض یک خطر واقعی و نابودگر اینا قرار دادن. و در نتیجه من قبول ندارم امانوئل وارستین میگه که به حساب دوره پاییزش رسیده، یعنی بهار و تابستونش رو پشت سر گذاشته به دوره پاییز. به نظر من به طرف زمستانش داره میره، به طرف یک زمستان اتمی داره میره. عزیزان ببینن، امریکا نه تنها چنگ و دندان حالا به کشور ما، به سوریه و غیره و غیره نشون میده، به روسیه و به چین ببینید دائم داره به اصطلاح تحریک میکنه، یعنی سر جنگ داره. و واقعا و این حالا چرا اینطوره؟ دو مطلب رو هری مکداف مطرح میکنه، یکی گسترش بیپایان ذاتی سرمایه داری. و چرا این گسترش بیپایان بیپایانه؟ یعنی در واقع حدودش آسمان هاست به قول معروف، هیچ پایانی نداره. و این جزئه، اگر فرصت شد صحبت بکنیم، جزء قوانین واقعا سرشتی سرمایه است که امکان نداره سرمایه‌داری بتونه نه تنها عقب بره، در حال سکون بمونه. اگه سکون پیدا بکنه از بین میره، باید دائم گسترش پیدا بکنه، اون چیزی که بهش میگن growth یا رشد. حالا توسعه یه چیزه، ولی اینا دائم صحبت از رشد میکنن و gross national product، یعنی به اصطلاح تولید ناخالص داخلی این کشور چقدر پیش رفته، اون یکی چقدر پیش رفته، اونی. این گسترش بیپایان که صحبتش میشه که واقعا این گسترش بیپایان بالاخره بشریت رو به کجا میخواد ببره؟ برای اینکه کره زمین محدوده، همه چیزاش، تمام اینا رو مکداف باز میکنه که فرضاً آب چه محدودیت هایی داره. آب که به قول مثل عربیش میگه کل شیء من الماء حی، همه چیز در این جهان در اثر آب زنده است. اصلا منابع آب چی میشه؟ واقعاً به کجا میکشه؟ خود هوا، حالا بگذاریم از آهن، از نفت، از گاز، که توضیح میده که تا 60 سال آینده ما منابع گاز و نفتمون نمیتونه با این سرعتی که داره پیش میره و ازش به اصطلاح نفت و گاز بیرون میکشن نمیتونه ادامه پیدا بکنه. و بعدش ما میدونیم که به اصطلاح اون وقت صحبت اینو میکنه که دو مطلب به دلیل این گسترش پایان ناپذیر که این بر میگرده به اون سلول اولیه سرمایه‌داری که عبارت باشه از کالا. تا زمانی که ما ماهیت کالا رو متوجه نشیم، که در واقع جلد اول کاپیتال از اونجا آغاز میشه، امکان نداره به ریشه این قضایا ما پی ببریم. کالا دو خاصیت داره، یکی یک ارزش مصرف داره و یکی دیگه یک ارزش مبادله. حتی ارسطو هم اینو تشخیص داده و ابن خلدون از اون بیشتر و آدم اسمیت باز از ابن خلدون بیشتر، ولی مارکس اینو با دقت زیر میکروسکوپ میذاره که تفاوت بین ارزش مصرف و ارزش مبادله یعنی چه، که بشر چطور به مدت 200,000 سال هر چی رو تولید می کرده برای رفع نیازش بوده، یعنی فقط یک نوع ارزش وجود داشته و اونم ارزش مصرف بوده. حتی در دوره بردهداری، حالا بگذاریم از جوامع اولیه که نزدیک به 200,000 سال بشریت اونطور قبائل و به اصطلاح جوامع اولیه بودن، از 5,000-6,000 سال پیشه که واقعا سیستم بردهداری، مالکیت خصوصی و غیره آغاز میشه و بعد چند هزار سال و بعدش هم دوره فئودالی 1500 تا 2000 سال تا میرسیم به قرن 16 و همین دلیله که به حساب تاریخ سرمایه‌داری از قرن 16 واقعا آغاز میشه و اونم در گوشه کوچکی از جهان. تمام این قرون و اعصار در حدود 200,000 سال، من خودم باز خاطراتی دارم از شوشتر خودمون قبل از اینکه به اصطلاح خیابون کشی بشه و امثالهم، که من سر راه که می رفتم به اصطلاح از خونه تا مدرسه
یه لحافدوز بود، یه مسکر بود، یه بقال بود، یه زرگر بود، عرشبت که، و یه صندوقساز بود. خوب یادمه از تو کوچه ها که من میگذشتم، اینا هدف اصلیشون سود نبود، هدفشون رفع نیاز یه کسی بود. کم کم و کم کمه که به اصطلاح اگر این انگیزه، یعنی انگیزه رفع نیاز تبدیل بشه به انگیزه سود، سود بردن، همه چی عوض میشه، یعنی ارزش دیگری از نوع ارزش مبادله کالا پیدا میکنه. این اون وقت حد و مرز نمیشناسه و در نتیجه حالا قوانینش رو فرزن امانوئل وارسین و خود هری مکداف و پالسی همه اینا شرح دادن که چرا اینطوریه. برای اینکه به اصطلاح کم کم و کم کم رقابت بین سرمایه‌دارای مختلف و رقابت بین کشورهای مختلف به کمک به اصطلاح دولت‌هاشون آغاز میشه و اینا باید سرزمین‌های جدیدی بگیرن، هم برای در حقیقت مواد اولیه و خامشون، هم برای بازار. موقعی که به حساب بازار داخلی خود اینها اشباع شد، باید برن جاهای دیگری رو بگیرن. من مثالی برای عزیزان زدم، گفته معروفی داره سیسیل رودز که هم رودزیا که حالا زیمبابوه شده، رودزیا به اسمشه، و همین که سکالرشیپ یعنی به اصطلاح یک بورسیه به نام سیسیل رودز هست. این کسیه که فاتح در حقیقت افریقای جنوبیه. گفته میشه که این چطور فرزن در اواخر قرن 19 توی محلات فقیرنشین لندن داشته قدم میزده و این همه فقیر میدیده توی لندن، و گفته که ما میتونیم این همه تولید بکنیم، چطوره که این همه فقیر داری؟ بنابراین ما و قدرت خرید ندارن اینا که اجناس رو بخرن، ما باید بریم و بازارهای جدید پیدا بکنیم. سیسیل رودز میشود فاتح افریقا که ما میدونیم کنفرانسی در 1885 در برلین تشکیل میشه و دولت‌های اروپایی افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن و به قول هری مکداف به 1914 که میرسیم 85% از کره خاک در واقع زیر سلطه چند تا کشور اروپاییه. اون عزیزانی که میگن امپریالیسم معنا نداره، چیزی جز این نیست، سلطه در حقیقت یک یا چند کشور قدرتمند بر کشورهای دیگه برای سلطه بر مواد خامشون که الان نفت و گاز از همه مهمتره، ولی فقط اون نیست، آهن، مس، قل و غیره و غیره، تمام بیسا این منابع اولیه که برای گردش کارشون. و حالا خود نظام سرمایه داری اگر شد سرمایه به طور کلی یک رابطه اجتماعیه، مشتی پول نیست. نکته فوق العاده پر اهمیته که اصلا ما مفهوم سرمایه رو بفهمیم که خود سرمایه یعنی چه. توی همین مجله مانتلی ریویو ایستوان مزاروش هم یه مقاله داره راجع به همین قضیه. سرمایه فقط یک مش پول نیست، یک مش ساختمون نیست، یک مش کارخونه نیست، یک رابطه اجتماعیه که شما باید اکثریت بزرگ جامعه و یا جهان اینا سلب مالکیت ازشون شده باشه و در نتیجه فقط یک چیز براشون مونده باشه که اونم نیروی کارشونه که باید بفروشنش. حالا میتونه نیروی کار جسمیشون باشه که بهشون میگیم کارگرای یقه آبی، حالا سیرایت میلز این اسم رو یا این اصطلاح رو به کار میبره، و یا نیروی فکریشون رو، ولی اینا نیروی کارشونه که بسا کارگرای یقه سفید که الان بخش عظیمی رو تشکیل میدن، بخش خدمات. بنابراین باید بخش عظیمی از جامعه سلب مالکیت شده باشه که از قرن 15 این پروسه آغاز میشه. من چند بار در خود انگلیس از این قضیه اسم بردم، به اصطلاح مسئله حصارکشی، مناطق دهقانی، زمینها از دست دهقانان باید گرفته بشه، کارگاه ها از دست تولید کنندگان کوچک، چه در دهات
و چه در شهرها، یعنی اصناف، باید به تدریج از بین بره، از همه اینها سلب مالکیت بشه و تبدیل به طبقه کارگر بشن، که به اصطلاح عرض شد که ای پی تامسون در کتاب معروف و قطوری که داره به اصطلاح راجبه طبقه کارگر انگلیس صحبت میکنه، که اصولا طبقه کارگر در انگلیس که دیگه به اصطلاح کلاسیک، به اصطلاح سرمایه‌داری، اصلا چه جوری به وجود اومده. اینا همشون خودشون تولید کنندگان کوچک بودن، یا زارع بودن یا کارگاه داشتن. و در نتیجه این یک، در طرف دیگه هم باید انباشت سرمایه در دست یک اقلیت باشه، که حالا نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که اونهایی که سلب مالکیت ازشون شده و باید کارشون رو بفروشن، حالا بعضیا فرضاً 20,000 دلار حقوق میگیرن، مزد میگیرن، بعضیا 200,000 دلار، ولی همشون اینا کارگرن، کارگرای یک قابی در پایین‌ترینش تا کارگرای بسیار با مزد و مزایای بسیار بالا، که ما فکر میکنیم اونا سرمایه دارن، یا یه زمانی به اسم خرده بورژوا اسمشون میذاشتیم، هنوزم تا حدی میشه بهشون چیز کرد، ولی همه اینا نیروی کارشون رو میفروشن. و یک اقلیتی که صاحب وسایل تولید و ثروت ها هستن، که حالا اگر شد من آمارشون رو برای عزیزان عرض بکنم. رابطه بین ها چیه؟ رابطه تولیدی یعنی این، رابطه بین این اکثریت عظیم و اونهایی که صاحب وسایل تولید هستن چیه؟ رابطه سلطه و تابعیته. چرا؟ به طور کلی به اصطلاح زور یا سلطه یعنی چه؟ دلیلش خیلی واضحه. اینایی که سلب مالکیت ازشون شده، اگه کار گیر نیارن نابود میشن. برای اینکه به قول مایکل ییتس، که خودش با گوشت و پوستش لمس کرده، کسی که کار میکنه و مزد یا حقوق میگیره، موقعی که میمیره تمام میشه، یعنی به اصطلاح نیروی کارش هم با خودش میره، یعنی منبع ثروتش. در حالی که برای یه سرمایه دار ثروتش به ارث میرسه، به اولادش. بنابراین با مردن یه سرمایه دار همه چیزش از بین نمیره. این یک. بنابراین این امتیاز رو داره و فرزندانش هم این امتیاز رو دارن، در حالی که اون کسی که مجبوره کارش رو بفروشه این امتیاز رو نداره. پس اون کسی که باید کارش رو بفروشه از طریق داوطلبانه نیست. واقعیتش اینه که اجبار نه سیاسی، اقتصادی وادارش میکنه، یعنی اگه کار نکنه خود و زن و بچهش بی خانمان میشن و از بین میرن، در حالی که سرمایه‌دار اینطور نیست. کلی به اصطلاح الان من آمارش اگه به عزیزان بدم، خیلی هاشون در حقیقت اصلا احتیاجی به کار کردن ندارن، میرن در بهترین جاهای دنیا قصر برای خودشون میسازن، میرن شکار ببر با هواپیماهای خصوصیشون در جنگل‌های آمازون و غیره و غیره، در حالی که یه اکثریت عظیم. بنابراین سرمایه که میگیم خود فی نفسه رابطه سلطه و تابعیته. حالا من نمیخوام باز اسم ببرم، برای اینکه به من انتقاد میشه که تو اسم نبر، ولی بعضی هایی که در ایران از این سیستم دفاع میکنن همین الفباها رو نمیتونن تشخیص بدن، یا قصد اینو ندارن که تشخیص بدن، و اون وقت تعریفی که از سرمایه‌داری میکنن که آره یک مش بازارن، بازاره که کارگر میاد معامله میکنه، نیروی کارشو میفروشه، اونم میاد معامله میکنه جنسشو میفروشه، و رابطه سرمایه‌دار عبارت از اینه که اون برای تنعم خودش داره کوشش میکنه، اونم میخواد از این کالاهایی که خودش ساخته مستفیض بشه، و هیچ رابطه سلطه و تابعیتی هم وجود نداره، رابطه کاملا برابر و برادر وجود داره. در حالی که اینطور نیست، در حقیقت رابطه سلطه و تابعیته. حالا اونایی که راجع به امپریالیسم میگن وجود نداره و غیره و غیره، همین رابطه سلطه و تابعیت که در دنیای خرد یا مایکرو وجود داره، در دنیای بزرگ یا ماکرو، یعنی در سطح جهانی وجود داره. دلیلش خیلی واضحه. برای اینکه موقعی که بازارهای داخلی اشباع شد، همینطور که عرض کردم از زبان سیسیل رودز،
باید برن جاهای دیگر رو بگیرن. خب فرضاً حالا انگلیس رفت رودزیا و جنوب افریقا رو گرفت، آلمان پس چی کار بکنه؟ اونم نیروهای مولدش در زمان بیسمارک به طور وحشتناکی جلو رفت و به سال 1909 یا 10 که میرسیم دنبال مکانی در آفتاب میگرده. عزیزان، A Peace to End All Peace مال دیوید، عرض شود که دیوید نه دیوید یرگن، عرض شود که فرومکن، عزیزان بخوننش که اصلا جنگ اول جهانی چجوری شروع شده. دلیلش خیلی واضحه، انگلیس رفته بخش عظیمی از افریقا و جاهای دیگر رو گرفته، در حالی که آلمان کوشش میکنه بره به اصطلاح منابع نفت همین کرکوک و اربیل و سایر جاها رو و یا قفقاز رو بگیره و انگلیس نمیتونه تحمل بکنه. علت جنگ اول جهانی چیه؟ برای اینکه انگلیس تسلط بر جهان، بخش عظیمی از جهان داره، آلمان هم دنبال مکانی در آفتاب میگرده، ژاپن هم از اون طرف که بعدش میاد منچوری رو میگیره و به چین تجاوز میکنه. بنابراین بینشون جنگ در میگیره و به سا در حقیقت سیاست به زبانی دیگر است و اینها هم انگلیس و هم آلمان هر دو بازارهاشون که اشباع بشه به دنبال مکانی در آفتاب میگردن و موقعی که میرن جاهای دیگر رو میگیرن. حالا فقط انگلیس یا امریکا نیست، ژاپن رو ببینید در منچوری و در چین چی کار کرده، در کره چی کار کرده. عزیزان داستانهاش رو بخونن که چه فجایع و جنایاتی انجام داده ژاپن در اونجا، فیلماشو عزیزان ببینن. رودخانهی بر روی رودخانه کوای عزیزان، یکی به اصطلاح فقط یکیش که من یادمه، که ببینید چه جنایتکارایی بودن موقعی که ژاپنیا میرفتن جای دیگر، فقط انگلیس و آلمان و امثال هم نیست. بنابراین بین اینها جنگ میشه، یعنی رابطه در نظام سرمایه و به ویژه سرمایه داری که اینا فرق میکنن، رابطه سلطه و تابعیته، چه در سطح کارگاه، اداره، کارخانه و در هر کشور و چه در سطح جهانی. و اون وقت نتیجهش اینه که این هیچ حد و مرز نمیشناسه. نتیجه چی میشه؟ دو زایعه عظیم بار میاره، عبارت از اینه: یک، طبیعت رو به نابودی میکشه. و من یکی دو تا نقل قول برای عزیزان میخونم، باز از همین مجله مانتلی ریویو، یکی از سپتامبر 2011 و یکی از دسامبر 2011، راجب محیط زیست. به عزیزان پیشنهاد میکنم کتابای جان بلامی فاستر که الان سردبیر مانتلی ریویو، راجب محیط زیست و فرد مکداف، هر دوشون رو این قضیه عظیم کار کردن. واقعا نه تنها کتاب نوشتن، در شماره های مختلف مانتلی ریویو راجب محیط زیست صحبت کردن، که من فقط دو تا نقل قول از جان بلامی فاستر، یکی از مانتلی ریویو شماره 200 دسامبر 2011 برای عزیزان میخونم، که اینا حد و مرز نمیشناسن، دائم باید برن کوها رو نابود بکنن برای زغال سنگ و آهن و امثال هم، جنگل ها رو بزنن، یعنی ریه، در واقع ریه به اصطلاح کره زمین رو، از جنگل ها چی هن؟ به اصطلاح وسیله تنفس کره زمین هستن. اگه جنگل ها از بین برن، عزیزان 100 سال پیش امریکا رو نگاه کنن، امروزش نگاه بکنن، با هواپیما که از این طرف به اون طرف امریکا میرن، ببینن این کشور که تمامش جنگل بوده به جز مناطق کوچکیش که بیابانی بوده یا خشک بوده یا به اصطلاح به جای درخت های بزرگ به اصطلاح بوته داشته، بقیه‌اش همه جنگل بوده. الان با هواپیما از این طرف به اون طرف امریکا برن، ببینن چند درصد، 10% بیشتر نمونده. به ایران خودمون نگاه کنن عزیزان، که در عرض 40-50 سال گذشته چه بر سر جنگل ها بردن. و همینطور در سیبری دارن این کار میکنن، در کانادا دارن این کار میکنن، عرض شود که و در آمازون دارن این کار میکنن، که اینا مناطق اصلی به حساب ریه های واقعا چیز هستن. همینجوری و هر کسی هم بخواد
به اصطلاح علیه بریدن درخت‌ها در جنگل‌های آمازون چیزو گفت، بلافاصله به حساب قتل می‌رسوننش مثل همین چیزها. این یکی از خصوصیات بنیادی و در حقیقت سرشتی نظام سرمایه است که طبیعت رو از بین میبره. در عرض چند دهه آینده با امکان و یا در حقیقت با احتمال یک فاجعه عظیم جهانی در مقیاسی روبرو هستیم که در تاریخ بشر سابقه نداشته است. حالا ببینید شرکت‌های نفتی امریکایی و یا خانواده کوک که دو تا برادرن و 50 میلیارد دلار ثروتشونه، ببینید چطور میلیون ها دلار خرج میکنن به این رادیوها و تلویزیون ها و روزنامه ها میدن که نخیر مسئله به اصطلاح محیط زیست و گرم شدن هوای اطراف کره زمین و از بین رفتن یخها در کوههای هیمالیا و کلیمانجارو و غیره، اصلا اینا معنی نداره، اینا همش تبلیغه و اینا رو باید به اصطلاح انداخت دور، نمیذارن. در حالی که علم، پیغام علم در این زمینه روشن و آشکار است، همونطور که جیمز هنسن برجسته‌ترین دانشمند محیط زیست در ایالات متحده اعلام خطر کرده است، اینطور میگه که این میتواند آخرین فرصت ما برای نجات بشریت باشد. کتابی نوشته Storms of My Grandchildren که میگه من نوه‌هام میخوان رو این کره زمین زندگی بکنن، من دلواپس آینده نوه‌هام هستم. برای درک ابعاد این خطر و اینکه چگونه باید با آن مقابله کرد، لازم است یک چشم‌انداز تاریخی از این داشته باشیم که چگونه به اینجا رسیده ایم و این مسئله چه ارتباطی با سیستم اقتصادی اجتماعی کنونی یعنی سرمایه‌داری دارد. اون وقت جان بلامی فاستر که من الان نمیتونم این رو توضیح بدم برای عزیزان به طور مفصل، قدم به قدم میره و توضیح میده به دقت که چرا این سیستم چاره‌ای نداره جز اینکه طبیعت رو جز ذاتشه و این قابل اصلاح نیست، نمیتونه به اصلاح پذیر باشه. فرضاً حالا میگن مثلا ماشینهایی که نمیدونم فلانه که هم با برق کار میکنه هم با اون کار میکنه و غیره و غیره، هیچ کدوم از اینا، مگر اینکه واقعا به جای اینکه انگیزه سود وجود داشته باشه برای رفع نیاز انسان باشه. مثال، چون این آیه که من میگم خیلی کلیگوییه ولی به عزیزان عرض بکنم، همیشه من اینو گفتم، در امریکا با تکنولوژی که داره امکان این هست که قطار مدرن راحتی با 300 تا 400 مایل یعنی حدود 500 کیلومتر در ساعت از نیویورک تا لس آنجلس کشیده بشه، کاملا در حیطه امکانه. میلیون ها کار به وجود میاره این، چون پروژه عظیمیه واقعا. حالا فقط من از نیویورک تا لس آنجلس میگم، ولی شما میتونید از شیکاگو تا هاوستن یا هیوستن بکشید، از اونجا تا فینیکس بکشید. تمام اینها چیزایی که در مثلا در لس آنجلس وجود داشته به اصطلاح وسایل نقلیه عمومی و شرکت جنرال موتورز، فورد و شرکت‌های نفتی نابودش کردن برای اینکه لس آنجلس رو پر از اتومبیل‌هاشون بکنن و این جاده‌های وحشتناک که الان تبدیل به گاراژ شده. تاریخ کالیفرنیا رو عزیزان مطالعه بکنن و چطور سرزمینی به این زیبایی با این هوای کم نظیر رو هواش رو نابود کردن واقعا با این کار. شرکت‌های اتومبیل‌سازی، شرکت‌های لاستیک‌سازی مثل گودریچ و امثالهم و یا عرشبت گودیر و شرکت‌های نفتی، تمام وسایل نقلیه لس آنجلس رو که خیلی هم پیش، بسیاری از شهرهای امریکا مثلا همین چیزایی که در اروپا وجود داره در اینجا هم وجود داشت، نابودشون کرد. در عوضش الان شما 200 میلیون اتومبیل یا خودرو دارید در این کشور که روز و شب همینجوری میلیاردها گالن در روز به اصطلاح چیز مصرف میکنن،
بنزین مصرف میکنن و این به اصطلاح طبیعت رو به طرف نابودی میبره. بریم سر اون قطار، این امکان پذیره، ولی چون سودش ممکنه 5% باشه و در عوض ضربت بزرگی به چی میزنه؟ به شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌های هواپیماسازی، شرکت‌های اتومبیل سازی، شرکت‌های دیگه نفت امثالا، و نمیذارن. بنابراین مسئله سودشون مطرحه و نه حفظ محیط زیست. یعنی واقعا این incompatible، یعنی نظام که بر پایه انگیزه سود و نه رفع نیاز انسان بنیان گذاری شده باشه با ادامه حیات بشر سازگاری نداره. این رو اگه ما تشخیص بدیم اون موقع میفهمیم که چرا ما باید به دنبال یک سیستم آلترناتیو بگردیم. به محضی که ما این رو میگیم، میگن به روسیه نگاه کنید، به چین نگاه کنید، به کوبا نگاه کنید، به ویتنام نگاه کنید. خود چی شد؟ شما هی صحبت از آلترناتیو میکنید. پس وظیفه دوم ما، وظایف ما در این زمینه، یک، راجع به طبیعت بشر، دو، اینه که این سیستم که بر پایه نه رفع نیاز انسان بلکه ارزش مبادله که انگیزش سوده و انباشت سرمایه است، چرا سازگاری با ادامه حیات بشر و ادامه طبیعت نداره؟ این دومین وظیفه ماست. سومین وظیفه ما عبارت از اینه که توضیح بدیم که در روسیه چه اتفاق افتاد 1917، داستانش چیه انقلاب اکتبر، داستان انقلاب چین چیه، اصلا تمام اینها داستانش چیه و چطور این فاجعه به وجود اومد در حقیقت و سرنوشت این انقلابات به اینجا کشید و چه سیستمی در اونجاها پیاده شد و اکنون چه باید کرد. و باید توضیح داد که فرضاً برای گذار از دوران فئودالیسم به دوره سرمایه‌داری، حالا بعضی ها میگن 600 سال طول کشیده، سمیرامین که میگه 1000 سال طول کشیده، که ما البته نمیتونیم انقدر چیز بکنیم، ولی تجربه به اصطلاح کوششی که بشریت کرده برای گذار از این سیستم مگه چند سال طول کشیده؟ تا الان 100 سال فرضاً کوشش شده. بنابراین دوباره باید به اصطلاح چیز بکنیم. وظیفه بعدی ما بعد از اینکه توضیح دادیم که چرا به طور کلی انقلاب از غرب به شرق منتقل شد و این چه فاجعه‌ای به بار آورد، و الان که واقعا همه اینها، یا چین که به طرف سرمایه‌داری رفته، روسیه که به طرف سرمایه‌داری رفته، ویتنام همینطور و غیره و غیره، الان که تمام جهان سرمایه‌داری شده و وارد یک دوران بحرانی وحشتناک شده، الان چه کار باید بکنیم؟ که اون وقت وظیفه بعدی ما عبارت از توضیح اینه که برای رسیدن به یک جامعه انسانگرا و طبیعتگرا چه مثال هایی در حال حاضر داریم، فرضاً در امریکای لاتین و بعضی از کشورهای شمال اروپا، و بعدش برنامه چه باید باشه و چطور باید قدم به قدم پیش رفت. و من کوشش میکنم در این زمینه، من نرسیدم که در حقیقت از نابرابری بزرگ، the great inequality، که من مقادیر عظیمی واقعاً چیز آورده بودم که اصلا در امریکا چی داره میگذره و نابرابری اجتماعی چه فاجعه‌ای به اصطلاح در این کشور داره به وجود میاره، که فقر از یک طرف چطور داره گسترش پیدا میکنه و به اصطلاح ثروتمندایی که دیروز من چیزشو میخوندم، آخرین به اصطلاح 20 نفر ثروتمندترین مردان دنیا، ثروتشون 676.8 میلیارد دلاره و در طرف دیگه شما میلیاردها انسان دارید که حتی آب خوردن ندارن، قابل دوام نیست. و بنابراین به اصطلاح وظیفه بعدی ما عبارت از اینه که قدم به قدم باید ببینیم با نفی این سیستم چگونه میشه به یک سیستم انسانی رسید، و معقول ترین راهش به نظر من فرضاً در نوشته هری مکداف نکات بسیار بسیار جالبی وجود داره، خود ایستان مزاروش نظرات بسیار بسیار جالبی داره، همینطور که سمیر امین
و امانوئل والستین دارن، تمام این متفکرین واقعا نظر دارن که چطور قدم به قدم میشه گذار کرد از این سیستم به یه سیستم انسانگرا و طبیعتگرا، و امیدوارم که در جلسات آینده من بتونم به تدریج اینا رو باز بکنم. و امروز اصلا من نرسیدم که به اسا این آمارها رو برای عزیزان بخونم که ببینید شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در خود امریکا چی کار داره میکنه و چطور این سیستم رو به همین دلیل به سرعت به طرف فاشیزم داره میبره. یعنی نه تنها از نظر اقتصادی، روبناش که سیاسی باشه در یک چنین شرایطی به طرف فاشیزم میره، همینطور که در اروپا دست راستی ها دارن میان سر کار و به اصطلاح به طرف راست داره میره و نژاد پرستی در اونجا هم داره به شدت به اصطلاح پا میگیره. به این ترتیب وقت من تمام. فرزاد جان خیلی ممنونم. من تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم و سه شنبه آینده به دلیل اینکه من در مسافرت هستم با عزیزان نخواهم بود، ولی برنامه های سه شنبه رو اگر کمک های عزیزان برسه ادامه خواهیم داد و این بحثا رو ادامه میدیم و ممکنه فرصت بکنم این آمارا رو هم برای عزیزان ذکر بکنم. به این ترتیب با عزیزان خداحافظی میکنم تا ساعت 10 صبح به وقت اینجا البته شنبه. روز و شب عزیزان خوش.